بینندگان عزیز، به آخر برنامه رسیدیم. چند نکته کوتاه رو به اون اشاره میکنم. همینطور که در اول برنامه گفتم، ما به زودی سمیناری خواهیم داشت که در ماه فوریه هستش. این سمینار تحت عنوان آسایش تن، آرامش خیال و افزایش سود هست. زمان و مکان اون رو در هفته های آینده به اطلاعتون خواهیم رساند که اگر مایل باشین میتونین شرکت بکنین. در ضمن همونطور که گفتم در اول برنامه گفتم، اگر که دلتون میخواد در زمینه مالی یا اقتصادی قدمی بردارین، سرمایه گذاری بکنین، سری به سایت ما بزنین www.iranianft.com. از اخبار روز و تحلیل های کارشناسان مطلع بشین تا بتونین در این بحران اقتصادی، در این زمانهای خراب اقتصادی، بتونین قدم‌های سنجیده تری رو برداریم تا موفق تر باشین در این کار. در ضمن برای صاحبان مشاغل که میخوان از طریق برنامه ما و یا سایت ما تبلیغ بکنن، میتونن با شماره تلفن ما 818-741-1300 تماس بگیرن. اگر این تلفن رو نگرفتن، میتونن روی سایت ما کلیک بکنن، از طریق ایمیل سوالشون رو یا چیزی که میخوان از ما بپرسن در اون زمینه از طریق ایمیل از ما بکنن. در ضمن میتونین از طریق فیسبوک تمام این برنامه ها رو ببینین. ما به صورت کلیپ روی فیسبوکمون هم گذاشتیم. فیسبوک ما هست ایرانیان فاینانشال تایمز. و اینکه از طریق یوتیوب هم میتونین این برنامه ها رو ببینین. در آخر برنامه از مدیریت محترم تلویزیون تایم تیوی تشکر میکنم برای وقتشون. از دوستان و همکاران عزیزم در اتاق فرمان برای همکاریشون با ما سپاسگزارم. و از شما عزیزانی که تا این ساعت با ما بودین و وقت خودتون رو به ما دادین متشکرم. امیدوارم که لذت برده باشین و امروز هم ما تونسته باشیم خبری رو به شما رسونده باشیم. در پایان برنامه کلیپ کوتاهی داریم از شادروان احمد شاملو تحت عنوان فارگلیسی که قابل توجه هم میهنان ما که در آمریکا و کانادا زندگی میکنن و زبان انگلیسی رو با فارسی قاطی میکنن خواهد بود. از شما متشکرم. شما را به خدای بزرگ میسپارم و شب و روز خوشی را برای همگی آرزو دارم. شب خوش. علت این که این تکه از این سفرنامه رو برای شما خوندم، به خاطر موضوعی است که من واقعا گفتنش زبونم رو میسوزونه و پنهان کردنش مغز و استخون. منظورم موضوع بسیار دردناک اضمحلال هویت ملی ماست. فرهنگ ایرانی و زبان مادری نسل دوم مهاجران، یعنی فرزندان شما، که فکر کردم چون فرصت بهتری پناخواد داد امشب محضر شما رو زنن برای مطرح کردن این موضوع هم قریبت بشه. در کشورهای اروپایی مطالعه ای ندارم، اما فقط یک نگاه گذرا به وضع زبان فارسی ایرانی های مهاجر آمریکا برای پی بردن به عمق فاجعه کافی است. وجه غم‌انگیز این مشکل موقعی آشکارتر میشه که توجه کنیم زبان فارسی حتی در جریان ایلغارهای گوناگون و دراز مدت اعراب و مغلها و ترکها و ترکمنها هرگز خم به ابرو نیافت و اقوام غیر فارس زبان محدوده جغرافیای ایران، مازندری، گیلک، آذربایجانی، لور، کرد، عرب، بلوچ، ترکمن، حتی کوچیدگان و کوچانیدگان ارمنی و آسوری، حتی آنهایی که به طور مستقیم زیر فشارهای حکومت مرکزی از سرودن و نوشتن به زبان بومی خود ممنوع بودند، هم توانستند با چنگ و دندان دست کم زبان شفاهی خودشون رو حفظ کنند. اما امروز متاسفانه باید بپذیریم و در کمال خجلت و سرشکستگی اعتراف کنیم که نسل دوم مهاجران دهه حاضر حتی زبان مادریشان را نمی‌دانند.
اگر اقدام عاجلی صورت نگیرد با این سرعتی که بحران هویت گریبانگیر این نسل بیشناس نامه شده، ایران باید میلیون ها تن از این فرزندان خود را به کلی از دست رفته تلقی کند. همینجا بگویم که در این فاجعه نسل دوم هیچ گناهی نداره، گناهکار نسل اوله. امیدوارم تلخی حرفم رو به رک و راستیش ببخشید. گناهکار اصلی پدرها و مادرها هستن که قبل از بچه ها باید فکری به حال هویتشون بکنند. اونا حتی تو محیط خونه هم به قول آقای اسماعیل فصیح فارگلیسی اختلاط میکنند. یک زبان حرامزادهی که صرف و نحوش فارسی است، لغاتش انگلیسی. صبح خانم با آقا نهید میزنه که بابا خاری آف داره لیت میشه، جابتو لوز میکنی. امروز دیگه چه اکسکیوزی داری؟ و آقا خمیازه کشان میگه لیمی الان خیلی دیپرسم، انگار بلاد پرشه هم آب شده. واقعا که حال آدم رو به هم میزن. من نمیدونم بدون فرهنگ و زبان و هویت ملی اصلا چجوری میشه زندگی کرد، چجوری میشه سر خود رو بالا گرفت، چجوری میشه تو چشم همسایه نگاه کرد و گفت من هم وجود دارم. میشه یکو این یه دونه دندون لق پوسیدنم کند انداخت دور و به کلی انگلیسی حرف زد. حالا چرا باید فارسی رو با انگلیسی اینجوری ملغمه بکنن، فارسی انگلیسی با هم بلغور بکنن؟ چرا هم انگلیسی رو خراب بکنن و هم فارسی رو؟ مگر به همین سادگی میشه یک هویت عمیق چند هزار ساله رو در عرض چند سال تا پاپاسی آخر باخت؟ میشه به همین مفتی یک فرهنگ چند هزار ساله رو که اون همه نام درخشان پشتش خوابیده یک شبه ریخت تو زنبیل آشغال گذاشت پشت در که سفور برداره ببره؟ به هر حال اون چی که میخواستم عرض کنم این بود. اطلاعات عمیق، تحلیل‌های وزین در بازارهای سهام، وام و مستغلات، ارز، مالیات و حسابداری، بیمه و بازنشستگی، پسنداز و سرمایه‌گذاری، بازارهای جهانی، پزشکی و روانپزشکی، همراه با گزارش‌های ویژه و مصاحبه‌های اختصاصی و اخبار فرهنگی اجتماعی، همگی زیر یک چتر. Iranian Financial Times. www.iranianft.com. برنامه سازان، میهمانان و کلی شرکت کنندگان در برنامه‌های تایم تیوی مسئول سخنان و نظریات شخصی خود هستند.